گوریز قهرمان در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا گفته سفیر جمهوری اسلامی در نیوزلند تازه برای این پست به این کشور اومده بود و اون جلسه در کمیته پارلمانی در مورد اعتراض‌های ایران بود که برگزار شد. سلام، اولا خوشحالم. من برای همین کار آورده بودمش، ولی به اون نگفته بودیم برای چی داریم. فقط برای اینکه ایشون جدیده به نیوزیلند، الان تازه فقط شروع کرده، سفیر جدیده از جمهوری اسلامی، برای همین گفتیم. من گفتم یعنی به کمیته که این آقا تازه آمده به نیوزیلند خوبه که ما بیاریمش باهاش یه صحبتی بکنیم، ولی من آره همیشه میدونستم که اون اسم مهسا جینا امینی، اسم یعنی کسایی که واقعا لازمه اونا باید چهرهشون و اسمشون توی خبرها هنوز باشه، میخواستم که اینطوری استفاده کنم از این از این جلسه. یکی از چیزایی که من میخواستم به این آقا بگم و به خود جمهوری اسلامی بگم که این همینه که اگه میخواین بیاین توی یک کشور آزاد با دموکراسی اینجا زندگی کنی با خانوادت، بعدن توی ایران ما بچه هامون دارن میزنن میکشن و اینکه یکم مونشون دادن یا رقصیدن تو خیابون، خب پس باید این سوالا رو جواب بدین. من از 9 سالگی توی ایران زندگی نکردم، ولی منم هنوز یادم میاد که هیچ کس تو ایران نبود که حداقل یه نفر رو نشناسه که یک اتفاقی افتاده باشه بهشون، یا شلاق خوردن یا اعدام شدن. من یکی از فامیلمون تینیجر بود که پسرشون که اعدام شد و اصلا حتی خانواده بهشون نگفته بودن، فکر میکنم 2 سال بعد بهشون گفتن، بعد از که مادرش مثلا هی میامد زندان. یعنی واقعا این اتفاقات برای 40 ساله که داره میفته. من برای دولت غربی کار میکنم و به نظر من این اتفاقات در ایران هنوز میفته به خاطر اینکه بقیه دنیا هیچ کار نکردن. من فوکسم روی اینه که دولت خودمون رو بیارم به جایی که مثلا میگن نه نمیتونین سفیر بفرستین اینجا، نمیتونین پول تو بانک های ما نگه دارین و تمام دنیا باید همچین حرفی بزنه و این کارا رو بکنه. برای اینکه واقعا اینا هر کار دلشون میخواد میتونن بکنن، برای اینکه بقیه دنیا هیچ کار نمیکنه. یعنی ملت ایران ما هم انسانیم، میدونین، بعد وقتی بچه های ایرانی اینطوری میزنن میکشن شکنجه میدن، بعد بقیه دنیا یک جوری ریاکت بکنه که انگار هر نیوزیلندی، هر آمریکایی، هر انگلیسی این اتفاق براشون بیفته، ما چجوری ریاکت میکنیم. ولی برای ایران هیچ وقت دنیا نیومده بگه نه بسته. تو نیوزیلند ما گروه کوچیکی هستیم، جامعه ایرانی کوچیکه، چون نیوزیلند به هر حال دور افتاده است، ولی هر کاری که میتونستیم کردیم که جزء این انقلاب زن زندگی آزادی باشیم واقعا و دوباره جمع میشیم. منم دارم فکر میکنم این جلسه که داشتیم با سفیر، یعنی 1 ساعت بود، فقط اون تیکه هایی که کات شده نبود و یک موقع در این جلسه در این 1 ساعت این آقا فکر میکنم نفهمید که این حرف رو زد، ولی گفت آره ما اعدام میکنیم، اینا جنایتکارن، اعدام میکنیم، که اینو همیشه جمهوری اسلامی خیلی وقت گفته اینو، ولی بعدن یک مومنت بود که گفت و شکنجم میکنیم، و این اولین بار بود که یکی افیشال از جمهوری اسلامی گفت که اینا واقعا شکنجم دارن میکنن، و اینو من میخوام کات بکنم، ریلیس کنم، و اینکه واقعا باید یه کاری با این بکنیم در
هر کی ورداره این قسمت رو میتونه استفاده کنه در دادگاه های مختلف، در سازمان ملل، ولی باید اینو به دنیا نشون بدیم، چون اینا میگن آره ما اعدام میکنیم ولی اینا جنایتکارن، آمریکا هم اعدام میکنه، چرا ما نکنیم؟ ولی شکنجه رو تا حالا نگفتن و این واقعا بر علیه قانون بین المللیه.